بعد از انقلاب اسلامی حکومت ایران شهروندان بهایی را از حق طبیعی تحصیل محروم کرده. آها، پس اینا همش خواب و خیاله که من و خانواده‌ام و دوستام سالهاست داریم از تحصیل محروم میشیم و دوستامون هم که تا نظرشون رو بیان میکنن اونا هم از تحصیل محروم میشن و ممکنم بیفتن گوشه زندان. اون چه که تو ایران اتفاق میفته و قوانین تا برابری جنسیتی فاصله خیلی زیادی داره. واقعا قوانین هر روز دارن بر علیه زنان تصویب میشن. استقلال مالی زنان هر روز داره بیشتر مورد تهدید واقع میشه و زنان هر روز بیشتر دارن وارد دانشگاه ها میشن و دنبال برابری با مردا هستن. در ایران آزادی دینی به صورت گسترده نقض میشه. عجب، پس با این اوصاف 55 مسیحی در زندان نیستند و 2 نفر از اونها با خطر مرگ مواجه نیستند. آمار رسمی اعدام طی یک سال اخیر در ایران خیلی افزایش پیدا کرده، به طوری که خیلی از اعدام‌ها در ملا عام بوده. پس آمار رسمی اعدام 500 نفر از ابتدای 2014 از کجا اومده؟ ایران یکی از بسته ترین اینترنت های دنیا رو داره. پس چرا صفحه فیلترینگ یکی از پربازدید ترین صفحه های اینترنتی توی ایرانه؟ پس چرا با وجود زیرساخت های مناسب هنوزم یکی از پایین ترین سرعت های اینترنت دنیا رو داریم؟ اقلیت های قومی در ایران با نقض شدید حقوق بشر مواجه هستند. پس چرا ملت عرب اهواز اجازه نداره به زبان مادری خودش تحصیل بکنه یا نشریه‌ای داشته باشد؟ چی شد؟ چرا روشن نمی کنین؟ من حرف نزنم؟ آها، من یک اقلیت جنسی هم. ایران حتی وجود من رو به رسمیت نمی شناسه. چرا بس بخواد من حقوقی رو وعده بده؟